به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین جور هستین سعدمند باشین اول از همه شاگردای عزیز و گرامی نکته اول گفتم که کارخانگی رو با ما روان کنید یا تا است یانه یعنی چرا رقم ما روان میکدین گفتم که از طریق نمبر 20964 780 255 40 درست است از طریق واتساپ به ما میتونید روان کنین و اگر کدام سوالی دارید یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید یا کدام انتقاد دارید پیشنهاد دارید میتونید با ما شریک سازید درست است از همین نمبر که براتون گفتم از طریق واتس فصل دوم اعداد طبیعی درست است فصل دوم اعداد طبیعی جلسه چهارم یا درس چهارم ما از فصل دوم است خب ما و شما دهید امروز قرار است چی عنوانهایی رو با همدیگه بخونیم سه عنوان ما و شما میخوانیم درست است اول از همه چی دریافت بزرگترین قاسم مشترک توسط تجزیه اگر یادتان باشد جلسه قبل در درس قبل ما چی گفتیم گفتیم که قاسم مشترک دو عدد ما میتونیم دریافت کنیم نه بزرگترین قاسم مشترک قاسم یا گفتیم چی مقسوم علیه درسته؟ پس مقسوم علیه یا قاسم مشترک دو عدد ما میتونیم دریافت کنیم و بزرگترین چه نوشته کنیم پس بزرگترین قاسم مشترک بین دو عدد ما و شما جلسه پیش خواندیم حالی چی میکنیم؟ حالی ما از طریق تجزیه رو دریافت میکنیم یک راه بسیار آسان و راه بسیار خوب باید او آموزش میتونم که چی میکنی تو بسیار آسان میتونی دریافت کنی و بعد از و چی میخوانیم؟ کوچکترین مذرب مشترک دو عدد اول مذرب میخوانیم که همین مذرب چی است؟ بعد کوچکترین مذرب مشترک دو عدد میخوانیم و در آخر باز چی دریافت کوچکترین مضرب مشترک دو عدد توسط تجزیه درست است پس همین روش تجزیه که ما میگیم هم در بزرگترین قاسم مشترک استفاده میشه و هم در کوچکترین مضرب مشترک صحیح است فهمید چی رقم شد دیگه نه؟ پس میریم سر تخته و ما چی میکنیم بزرگترین قاسم مشترک دو عدد توسط تجزیه براتون آموزش میدیم که به چه شکل میباشد اگر یاتون باشد جلسه قبل چی گفتیم قاسم های مشترک دو عدد گفتیم چه رقم دریافت میکنیم نه و بزرگترینش انتخاب میکنیم اگر یادتان باشد به عنوان مثال یک تا مثال کار میکنیم که یادتان بیایه عدد دوازده قاسم نوشته کنید قاسم گفتیم یا مقسومون علیه درست است مقسومون علیه یا قاسم های دوازده نوشته کنید یعنی عدد هایی که دوازده را اگر بالای یا تقسیم کنیم پوره تقسیم شود باقی مانده چند شود صفر شود درست است کدام است بگین اگه یاتون باشه گفتیم همیشه یک داریم دیگه نه دوازر بالا یک تقسیم کو باقی مانده چند میشه صفر میشه یعنی پورا تقسیم میشه پس یک داریم بعد از چند است یک دو آفرین چون دوازده بالا دو هم پورا تقسیم میشه دیگه نه دیگه چند سه چهار شش و دوازده یا چی است ست قاسم های عدد دوازده است صحیح خب حال عدد 16 عدد 16 رو قاسماش نوشته کنید قاسم عدد 16 بگید همیشه گفتیم یک, یک و خود عدد 100 فیصد است یک و خود عدد درست است خب اینجا یک بعد یک چند دست دو است یعنی 16 بالای دو پر تقسیم میشه بله 100 فیصد پس چی میگم دو هم است سه چی؟ شانزه بالای سه بالا پر تقسیم میشه نمیشه چون سه پنج 15 میشه صحیح است سه شش 18 میشه 16 نمیشه پس پر تقسیم نمیشه پس دیگه چند چهار چون چهار چهار میشه چند 16 شایست دیگه چند پنج چی پنج نیست شش چی شش هم نیست هفت هشت دشت میشه شانزه پس اشت و اگر یادتون باشد یک نکته گفتیم وقتی ده نیم عدد رسیدیم بعدش دیگه عدد این قاسم ندارد نه خود عدد میشه پس چند میشه و شانزده پس دوازده قاسم هاش نویشته کردیم یک دو سه چار شش دوازده و شانزده هم نویشته کردیم یک دو چار هشت و شانزده خب مشترک از دریافت کن بین از اینها مشترک ها کدام است یک مشترک است دو مشترک است چهار مشترک است سیست دیگه مشترک ندارد و بزرگترین از بین مشترک ها کدام است عدد چهار است پس نویشته میکردیم که بزرگترین قاسم مشترک دو عدد دوازده و شانزه چند میشه؟ چهار میشه اگر یادتان باشد جلسه قبل گفتیم بزرگترین قاسم گفتیم بجای قاسم چی میتونیم بگیم؟ مقسومون علیه درست است؟ پس چی میشد ب میم میم بعضی از کتابا گفتیم او رو ب میم میم نامش میمونه بزرگترین مقسوم و علیه مشترک صحیح است اگه یادتون باشه دیگه گفتیم جلسه قبل پس ب میم دو عدد 12 و 16 یا هم قاسم های مشترک چی میشه بزرگترین چی میشه 4 میشه صحیح است این رای چی بود رای عمومی بود رای آسان بود حالا میخوام یک روش دیگه از روش تجزیه استفاده کنیم انمی 4 رو دریافت کنیم صحیح است پس چی شد دریافته بزرگترین قاسم مشترک یا میتونیم بگیم به میمیم بزرگترین مقسومون علیه مشترک دو عدد در رفت به میمیم دو عدد توسط چی؟ تجزیه خب این چه رقم است؟ این رای چی بود؟ این رای عمومی بود رایی که جلسه قبل گفتیم اما توسط تجزیه چه رقم میشه؟ به این شکل است. دقت کنید شاگردای عزیز چکار میکنیم؟ اول دوازه رو تجزیه میکنیم بچه به عوامل امو... اول به فاکتورای اول یاد داره نگه یاد تا نست جلسات قبل گفتیم نگه نه چرا خم تجزیه میکنیم؟ نوشته میکنیم دوازه خط پوشش میکشیدیم اولین عدد اول چند بود؟ دو بود دیگه نه تقسیم به دو کن دوازه تقسیم بر دو چند میشه؟ شش شش دوباره تقسیم به دو میشه؟ بله تقسیم به دو کن. صحیح تقسیم بر دو چند میشه؟ سه سه بار تقسیم بر دو میشن نه خیر. عدد اول بعد از دو چند بود سه بود تقسیم بر سه میشه خیر سه تقسیم بر سه یک گفتیم که حتما 100 فیصد باید بعد با از یک برسیم پس دوازده چی میشه دوازده ما و شما میشه چند دو ضرب در دو ضرب در سه پس میشه دو ضرب در دو ضرب در سه حالا میتونیم میره باید به شکل چی تا یا تواندار نوشته کنیم این هر دو چی است یک است دیگه نه قاعده مساوی یک از قاعده رو نوشتن می‌کنیم توان‌ها با هم جمع میشه پس میشه دو به توان دو ضرب در سه به توان یک توان نداشته باشه توانش یک است که گفتیم پس ما دو ضرب چی کردیم تجزیه کردیم حالا 16 رو باید تجزیه کنیم پس من 16 رو در اینجا تجزیه می‌کنم 16 یک تا خط می‌کشیم پشتش 16 به دو میشه بله 16 به دو چند میشه اشت. اشت دو میشه بله 8 تقسیم بر دو چار. چهار باز و با دو میشه بله تا جایی که به دو ادامه دارد باید ادامه بدیم است. پس چهار تقسیم بر دو باز دوباره چند میشه دو میشه دو و دو میشه بله دو و دو هم میشه دو و با دو باز میشه چند یک سه است. پس شانزه ما و شما چی میشه دو زب در دو زب در دو در دو پس میشه دو زب در دو زب در دو در دو یا میتونیم نشته کنیم دو به توان 4 سایس قاعده اینا همش مسایس دو است دیگه یک تا از قاعده رو نوشتن میکنیم توان ها با هم چی میشه جمع میشه توان از یک است توان از یک 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 تا از قاعده مشترک دور نوشته کردیم و توان یک, یک جمع یک جمع یک جمع یک چند میشه چهار میشه پس دو و توان چهار سایس پس روش تجزیه دریافت بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا گفتیم بزرگترین قاسم مشترک دو عدد توسط تجزیه اول باید کار کنیم که دو عدد رو باید بیایم چی کنیم تجزیه کنیم سیس تجزیه کردیم به شکل فاکتور ز... عوامل ضربی ا... اول سیست یعنی چی دو و سه اولیه باشد دیگه سیس به شکل اولیه باید نوشته کنیم در اینجا هم دو به توان چهار نوشته کردیم خب حالی من اینجا نوشته میکنم ب میمیم چی میشه ب وان کوچکتر نوشته کنم که جایشه ب میمیم ب دو عدد همین دو عدد که زدیم مثال زدیم یک نکته شاگرد عزیز دقت کنید وقتی که ما و شما آمدیم دو عدد تجزیه کردیم به فاکتورهای اولیه سیست به چی میشه بیمیم به این شکل میشه ضرب عامل مشترک با کوچکترین توان سیست این چند عامل داره دو عامل داره دو به توان دو ضرب در سه به توان یک این چند عامل داره یک تا فقط دو به توان چهار سیست بین از عاملات چی مشترک است دو هم دو دارد هم دو دارد و کوچکترین توانه باید نویشت کنیم پس این سه کار نداریم چون مشترک نیست و سه کاری نداریم در اینجا دو به توان دو دو به توان چهار کدام کوچکتر است توان توان دو کوچکتر است پس فقط میشه دو به توان دو دو به توان دو هم جواب چند میشه چهار میشه سعیست پس به میمی معنی دو چند شد انمی چهار شد بزرگترین خاصیم مشترک پس ما اینجا نویشتم میکنم پس به میمی چی میشه جوابش میشه ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان با کوچکترین توان سایست چرا چه رقم شد دیگه نه پس به میمیم یا بزرگترین قاسم مشترک دو عدد رایش است. سویس تجزیه کار کنیم باید چکار کنیم؟ باید دو عدد تجزیه کنیم درست است؟ به عوامل چی؟ اولیه یاد داریم دیگه عدد اولیه را تو نستگه نه؟ دو، سه، پنج بعد پنج چند است؟ هفت است بعد هفت 11 یازده آفره نو نیست دیگه نود. چون اولیه نیست نو مرکب از خودش دیگه پس دو سه پنج یازده سیزده درست است به تجزیه میکنیم تا آخر به یک برسیم. بعد به شکل طاقتدار دار نوشتن میکنیم اینا را. یعنی که دوی ما که دو بار تکرار شده دو به توان دو میشه دوی ما چهار بار تکرار شده باشه دو به توان چهار میشه سه است؟ و به حال چی میکنیم به میمیم چی میشه بزرگترین قافیه مشترک چی میشه ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان غیر مشترک هیچ کار نداریم آفرین فقط عامل های مشترک با کوچکترین توان نوشته میکنیم و بینش ضرب میمانیم حال اینجا ما شما یک تا مشترک داشتیم که دو بود اگر دو تا داشته باشه فرق نمی کنه مشترک ضرب میکنیم بینش کوچکترین توانا رو میگیریم و توان بزرگتر رو نمیگیریم فکرت باشه سعید پس چی شد دریافت به توسط توسط تجزیه پس یک بار دیگه شما بگین به یا بزرگترین قاسم مشترک دو عدد بعد که ما تجزیه کردیم چی میشه ضرب های مشترک با کوچکترین توان آفرین پس دریافت بزرگترین قاسم مشترک توسط تجزیه را ما شما کار کردیم مثالم کار کردیم فا میدونی چه رقم شد دیگه نه یک بار دیگه بگین ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان پس من یک تیک مارک میکنم پس چی شد این رو ما شما خواندیم اما کوچکترین مضرب مشترک باید بریم سر تخته و برای تشریح کنم اول مضرب یک عدد رو تشریح میکنیم چی هست؟ باز دقیقاً بین دو عدد مضرب های مشترک دریافت میکنیم کوچکترین چه دریافت میکنیم که کدام عدد میشه و باز در آخر چی میکنیم باز مطلب سوم اگر ببینید, هم ببینید در همون مانیتور شما میبینید چی است مطلب سوم ما شما مطلب سوم ما شما دریافت کوچکترین مصرف مشترک توسط تجزیه است باز دوباره با روش تجزیه ما کوچکترین مصرف مشترک میتونیم دریافت کنیم اگر یادتون باشد بزرگترین قاسم مشترک گفتیم بزرگترین مقسوم علیه مشترک که چی میشد به اختصار میشد ب میم اما کوچکترین چه از کوچکترین مزرب مشترک میشه که میم میم پس ب میم و که میم ما با تجریده میتونیم دریافت کنیم پس بریم سر تخته ما اول مزرب برد بگم چی است مزرب تشریح کنم و بعد کوچکترین مزرب مشترک دو عدد میتونیم دریافت کنیم پس بریم سر تخته خب شاگردای عزیز و گرامی اول مزرب بگم چی است پس مزرب یک عدد مزرب مزرب کلمه مزرب از ضرب میاد سیف ضرب دیگه نمی میشه مذرب مذرب یک عدد به چه شکل است به این صورت است به عنوان مثال مذرب عدد 4 ما میخوایم دریافت کنیم مذرب های عدد 4 پس ما 4 رو اینجا نوشته میکنم سه عدد طبیعی یا تا نست کدام بود سه عدد چند بود بگین یک دو آفرین یک دو سه عدد طبیعی یک دو سه چهار پنج شش و تا اگر ما و شما بیاییم امی سه تعداد تعبیر یک تا یک تا دمی عدد 4 ضرب کنیم حاصل میشه مضرب های عدد 4 پس مضرب های 4 رو بگه نوشته کنید شما باید دمی اعداد تعبیر در عدد 4 ضرب کنید یک ضرب در چند میشه چار میشه صحیح دو ضرب در 4 دو چار؟ آفرین 8 سه چار دوازده، چار چار 16 صحیح است 5 4 20 6 4 24 اف 4 28 و تا لای تناهی پس دقیقا مذرب های عدد 4 چند شد؟ شد 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 بعدی چند میشه؟ 32, 36 من تالای تنهایی میرسه ایست؟ پس اینا چی هست؟ اینا مذرب های عدد 4 است. پس مذرب فامیدیم. میدیم مذرب های عدد 5 شما بگین ده اینجا پنج که یک پنج پنج دو پنج ده سه پنج پانزه چهار پنج بیست پنج پنج بیست و پنج شش پنج سی هفت پنج سی و, پنج، و تا و تالای است خب یک نکته یک سوال شاگردهای عزیز دقت کنید تعداد مذرب های یک عدد چند تاست؟ یعنی تا آخرش چند است؟ آخرش لای تناهی است پس تعدادش زیاد است بدن به نهایت هست. دیگه نه یعنی لای تنهایی نمیتونیم بگیم ده تاست یا بیست تاست سیست پس تعداد مذرب های هر عدد چی میشه لای تناهی تا آخر ادامه دارد چون اعداد طبیعی تا آخر ادامه دارد سیست فهمیدید دیگه نه پس مذرب ما شما فهمیدیم مذرب های عدد چند عدده چهار نوشته کردیم مذرب های عدد پنج شما نوشته کنید بگید مذرب های عدد پنج پنج یک پنج دو پنج ده سه پنج پانزه چهار پنج بیست پنج پنج شش پنج سی افت پنج، سی, پنج سی و پنج سیست اشت پنج چل نو پنج چل و پنج و تا لایه تناهی سیست با این چهار هم ادامهش نوشته کنیم چند تا دیگه نوشته کنیم کار داریم چند بود افت چار بیسته شد اشت چار سی و دو سیست سی و دو نو چار سی و شش ده چار چل بعدش هم میشه چل و چار دیگه نه یازده چار چل و چار و تا لایه پس چه کردیم مضرب های عدد 4 و عدد 5 نوشته کردیم پس به اینا میگیم مضرب های عدد 4 و به یا چه میگیم مضرب های عدد 5 آل بین از اینا شاگرده عزیز اگر هم دقت کنید بین از این مشترکاش باید پیدا کنیم مشترک های از این اردو چی میشه مضرب ها مشترک های از این چند است 20 است یعنی 20 مشترک است صحیح دیگه مشترک نداره دیگه دیگه تا 40 است سایز چلا مشترک است بین نشان نه؟ سایز باز مشترک دارد بله تا لای ادامه دارد دیگه ما پیش بریم تا آخر چی باز مشترک دریافت میشه سایز پس مشترکاش یا شد و کوچکترینش کدام میشه بین مشترکا امی 20 میشه سایز دیگه 20 است 40 است باز میشه 60 میشه 80 میشه تا لای ادامه دارد دیگه نه بینشون مشترک است پس کوچکترین چی میشه 20 پس کوچکترین کوچکترین مذرب مشترک دو عدد چهار و پنج چند شد جواب؟ مصابی با چند شد؟ بیست شد سایست. پس کوچکترین مذرب مشترک دو عدد چهار و پنج چند شد؟ بیست شد سیست؟ من, من چهار کنم پس مذرب های چهار را من نویشتر کردم در اینجا مزرعه 5 هم نوشته کردم صحیح؟ 4 نوشته کردم روی 4 اش 12 16 20 تا لایتنایی 5 ری نوشته کردم 5 10 15 20 25 30 35 تا لایتنایی بینش مشترک پیدا کردیم و بین مشترک ها کوچکترین کدام شد 20 شد پس کوچکترین مذرب مشترک دو عدد 4 و 5 چند شد 20 شد شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید چرا از چی کاف است کوچکترین میگیریم صحیح کاف میم از مزرعه میگیریم و میم از مشترک چی میشه کاف میم یا ک میم میم پس چی شد که میم میم دو عدد چهار و پنج چند میشه بیست میشه اگر یادتان باشد بزرگترین قاسم مشترک گفتیم قاسم نام دیگه چی است بزرگترین مقسوم علیه میشه ب میم میم بزر... از بزرگترین م از مقسوم علی و می آخر از مشترک پس ب میم و کاف میم یا که میم میم پس یاد یاد گرفتیم خب پس این چی است کوچکترین مزرعه مشترک دو عدد دو عدد ما باید مزرعه باش نوشته کنیم مشترکاش پیدا کنیم و بین مشترکها کوچکترین کدام انمو میشه کی می صحیح پس کوچکترین مزرعه مشترک دو عدد ما دریافت کردیم گفتیم چه رقم است تعریف کردیم برای دیگه نه کردیم فهمیدی پس ما اینم چی میکنم تیک مارک میکنم پس عنوان دو ما و شما تدریف شد فهمیدی دیگه پس کوچکترین مزرعه مشترک دو عدد میتونه بسیار آسان دریافت کنه و بحث آخر دریافت کوچکترین مزرعه مشترک توسط تجزیه است پس ما چی میکنیم ما باید بیایم چیکار کنیم دو عدد تجزیه کنیم صحیح دو عدد به عامل های اول تجزیه اولیه تجزیه میکنیم و اگر یادتون باشد برای ب میمیم یا بزرگترین قاسم مشترک گفتیم ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان اما برای کاف میمیم یا ک کچکترین کوچکترین مشترک چی میشه ضرب عامل های مشترک با بزرگترین توان با بیشترین توان و عامل های غیر مشترک سیس پس عوامل های مشترک بلندترین توانش میگیریم و عوامل غیر مشترک هر چی بود رو نوشته میکنیم و بینشون چی میمونیم ضرب میمونیم و جواب از چی میشه ک میمیم میم کوچکترین مضرب مشترک پس ب میمیم چی شد ب می شد چی ضرب عوامل مشترک با کوچکترین توان و ک میمیم یا کوچکترین مضرب مشترک چی میشه ضرب عوامل مشترک با بلندترین توان در عوامل های غیر مشترک پس بریم سر تخته و ما بر تشریح کنیم با مثال صحیح عدد چار چار تجزیه کنید چار زیرش پشتش خط میکشیدیم درست است به دو چار به دو چند میشه دو میشه دو به دو یک میشه پس چار متر نشته کنیم دو زب در دو که جواب میشه دو به توان دو صحیح و عدد پنج عدد پنج چی میشه تجزیه کنید خب پنج به دو نمیشه به سه نمیشه بعد سه چی هست؟ کدام عدد اولی است بعد سه پنج است به خود پنج میشه صحیح و پنج مساوی است با یک پس پنج عدد اولی از خودش پس پنج همون چی است اما پنج به توان یک است صحیح است اینو فهمیدیم دیگه نه خب حال کوچکترین مضرب مشترک یا که می می, می دو عدد چهار و پنج چی میشه که گفتیم ضرب عامل های مشترک با بزرگترین توان در عامل های غیر مشترک خب این چی داریم ده دا اینجا فقط دو به توان دو داریم ده دا اینجا پنج به توان یک داره مشترک داره نه خیر مشترک نداریم اگر مشترک داشتیم مشترک بلندترین توانش نوشته میکنیم در غیر مشترک حال غیر مشترک از چی است دو به توان 4 ضرب در 5 به توان 1 پس میشه دو به توان 4 ضرب در دو به توان 2 ببخشید دو به توان 2 چون دو به توان 2 است دیگه نه 4 شد دو به توان 2 شد پس میشه دو به توان 2 ضرب 5 به توان 1 جواب چی میشه دو به توان 2 میشه 4 4 ضرب در 5 مساوی با 20 صحیح پس جواب زیر من نوشتم میکنم در اینجا میشه چار زب در پنج مساوی است با بیست پس کمی میمه ای دو عدد چی هست شد بیست بود کوچکترین مذرب مشترک آلی یک مثال مثال چی بود بسیار آسان بود یک تا عددهای کلانتر من مثال میزنیم تختر پاک میکنم عدد کلانتر مثال میزنم و میبینیم که دریافت کوچکترین مزرعه مشترک از رای چی عمومی کمی سخت میشه چون مذرب های مشترک باید نوشته کنیم بسیار کلان از ما بشه با کلان باشه بسیار کلان میشه سیست اما روش تجزیه بسیار کار ما رو آسان میکنه پس تختر پاک میکنم و چی میکنم یک مثال سختتر کار میکنیم خب شاگرد عزیز یک تا مثال که اعداد ما کلان تر باشد کار میکنیم به عنوان مثال دو عدد چند دو عدد 15 و 20 ما و شما میخوایم چیکار کنیم کوچکترین مضرب مشترک رو دریافت کنیم پس کوچکترین یا که میمیم دو عدد چند 15 و 20 رو میخوایم دریافت کنیم سیست که میمیم دو عدد 15 و 20 کوچکترین مضرب مشترک 15 و 20 ما باید چی کنیم راه عمومی اگه بریم باید 15 را مضرب هاش کلش نوشته کنیم مذرب های کل عدد کل مذرب های عدد 20 هم نوشته کنیم بینشان مشترکات رو دریافت کنیم و بین مشترکات کوچکترین دریافت کنیم اما از راه تجزیه بسیار آسان تر است راه تجزیه گفتیم چیکار کنیم باید تجزیه کنیم پس تجزیه میکنیم پس من 15 رو تجزیه میکنم سیست 15 15 رو تجزیه کنم یا خط ده پوش میکشیدیم به دو میشه 15 به دو تقسیم میشه نه خیر به سه بله چند میشه پنج میشه سیست خب دیگه چی باز به 5 با 5 چند میشه 1 میشه پس 15 میشه چی 15 میشه 3 ضرب در 5 صحیح است یار دور در هم ضرب میکنه توانایی از این چند است یک است خب عدد بعدی چند عدد 20 است 20 تا تجزیه کنین 20 به 2 میشه بله 20 به 2 میشه 10 صحیح است خب ده, ده دیگه چی 10 به 2 میشه بله 10 به 2 میشه 10 تقسیم بر 2 جواب چند میشه 5 و پنج هم به خود پنج میشه جواب چند میشه؟ یک میشه پس بیست ما و شما چی میشه؟ دوی زب داره دو زب داره پنج سهیست پس چی میشه؟ دو به توان دو زبدر داره پنج فاهم چی رقم شد دیگه نه؟ پس کمی میمه دو عدد چی میشه؟ کوچکترین مزرعه مشترکی از دو عدد بیست و پانزه گفتیم ضرب آملهای مشترک با بلندترین توان در آملهای غیر مشترک خب ما شما چی داریم دو تا عامل داریم سه ضرب در 5 داریم در دا اونجا دو به توان دو ضرب در 5 داریم بنج چه مشترک است پنج مشترک است سیف خب توان کدام توان از این یک است توان از دیگه هم یک است پس بلندتر توان ما یک است دیگه سیف پس یک تاش میگیریم پس چی میشه که میبینیم از ما و شما میشه مشترک یک تاش میگیریم پس پنج ضرب در غیر مشترک غیر مشترک یک سه داریم و یک تا چی دو به توان دو داریم ضرب دو به توان دو صحیح فرمول چرا رقم شد دیگه نه پس شد 5 ضرب در 3 ضرب در و توان دو باید دریافت کنیم دو و توان دو چند میشه 4 میشه سه 5 میشه 15 15 ضرب در 4 15 چند میشه میشه شست. پس چی شد کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 15 و 20 چند شد 60 شد فرمول چرا رقم است دیگه نه پس چی شد یک بار دیگه بگین که می می یا کوچکترین مضرب مشترک دو عدد چی میشه ضرب عامل های مشترک با بلندترین توان در عامل های غیر مشترک مشترک ها را بلند توانش میگیریم و غیر مشترک ها را کلش میگیریم نوشته میکنیم به اینشان ضرب میمانیم و به میمیم چی است بزرگترین قاسم مشترک ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان غیر مشترک هیچ کار نداریم اما سوال شاگرد عزیز به میمیم دو عدد چی میشه به میمیم دو عدد پانزده و بیست پانزده بیست به میمی چی میشه گفتیم ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان غیر مشترک هیچ کار نداریم سه در 5 دو به توان دو در پنج مشترکش فقط 5 است پس کوچک توانش هم همون یک است دیگه پنج به یک چون توانش ما مساوی است دیگه سایست؟ پس فقط جواب چی میشه 5 به توان که مساوی است با چند با 5 غیر مشترک هیچ کار نداریم پس بین دو عدد 15 و 20 به بزرگترین قاسم مشترک چی میشه؟ 5 میشه و که میمیم یا کوچکترین مذرب مشترک ما و شما چند میشه؟ شفت میشه سهیست؟ فاهم نیچی رقم شد دیگه نه؟ پس بسیار نکته بسیار نکته مهمی است و او چی بود؟ ضرب عامل های مشترک با بلندترین توان در عامل های غیر مشترک میشه که میمیم یا کوچکترین مذرب مشترک و ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان میشه چی بزرگترین قاسم مشترک دو عدد خب شاگرد عزیز یک نکته دیگه هم برات بگم و خلاص میشه اگر سه عدد داشته باشیم فرق نمیکنه ده عدد هم داشته باشی شما چه میکنی به این شکل تجزیه میکنی و باز دوباره ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان میشه ده می می سه عدد چهار عدد پنج عدد فرق نمیکنه ده عدد بخی باشه فقط با تجزیه کنی و همین نکته که برات گفتم ضرب عامل های مشترک با چه با بزرگترین توان در عامل های غیر مشترک میشه کمی می و ضرب عامل های مشترک با کوچکترین توان فقط میشه چی؟ به میمیم سایست؟ چرا میشه شد دیگه نه؟ خب پس چی شد هم از عنوان سوم دریافت کوچکترین مزرعه مشترک توسط تجزیه پس من اینم تیک مارک میکنم پس ما این سه موضوع را ما شما خواندیم درست شد خب میریم بحث مهم کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحات چند 46 48 و 50 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید چرا خم روان میکنید بگین خودتان بارهایی رو گفتیم دیگه نه از طریق واتساپ نمبر چند است 20964 780 255 4013 درست است خب شاگردان عزیز و گرامی پایان جلسه چهارم عزیزان مانده نباشید بخیر باشید شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم